اینم پروانه دختر من. سلام. قشنگه پروانه، اسم قشنگه. واسی نامزد دوستت چی شد؟ خودکشی کرده بود، مثل اینکه اشرف بهش نگفته. منم نوشنوم همین کارو میکنم. نه به چی؟ من در مورد این ملاقات توضیحی به پروانه ندم. میخوام هنرمند باشم و لازمش تنهاییه. هنرمند نباید زندگی کنه؟ ازش خوشم نیومد، از نگاهش. کتابخونه پارک شهر، ردیف آخر بالای قفسه دوبار. سوالتو بذار اونجا، من اگه کاری داشتم بهت زنگ میزنم دوبار، ولی حرف نمیزنم. فردا ساعت 10 صبح، پارک فرح نزدیک هواپیما. حسن شما لباس سیاه بپوش، وانمود کن که عزاداری، اینجوری بهتره. فردا ساعت 10 صبح همینجا برای شروع بهتره این کتاب بخونیم. اون یه نویسنده است، کتاب بهترین راه نفوذه. فعلا دارم همین کارو میکنم. از کانال عاطفی وارد شو. من روش خودمو دارم. روش چیه؟ دروغ نمیگم، حرفیو میزنم که باور دارم. من خیلی چیز راجب تو میدونم. راجب من مثلا چی؟ الان پشت سر من یا آقای نشسته با کاپشن چرم، دیدیش؟ اون مامور ساواکه داره تعقیبت میکنه. شما از کجا میدونی؟ میدونم و میتونم ازت مراقبت کنم. Thank you.
سلام خانم. سلام. صبح بخیر. صبح شما بخیر. خانم صبحونه نمیخوری؟ نه ممنون. سلام. سلام. پروانم اشرف هست؟ بفهمه. حالا کجا میخوای برسونمت؟ فعلا همین اطراف بچرخ. دلت گرفته؟ آره تقریبا. مگه من میذارم دلت بگیره؟ چه کار میکنی؟ نه ترس بابا. من جلو در بام تو هم که دوام یه بام دیگر من به حرفت فکر کردم. داوود واقعا خودکشی کرده بود. چیتی چیتی داشت میمرد. آدم ها گاهی وقتا دوست دارن واقعیت یه طور دیگه باشه. نه خیر اصلا اینطور نیست. چرا؟ همینطوره. دوستش داری دیگه. اون مرد زندگی منه. میتونم باهاش خوشبخت بشم. مثلا آدمی مثل اون کم دیدم. داوود مهربون ترین مرد دنیاست. تو به خاطر شکست خودت اینطوری میگی. اتصم ناراحت شدی؟ بی خیال بابا. دیوونه هم دیگه. حرف راست و بعد از دیوونه شد. فوت کن تو هم. آفرین. نمیشه نه. سیما میشه فوت کن. ای من تو بودی کنه. ای من تو بودی کنه. سلام. سلام. اینطوری خوبه؟ کسی تعقیبتون نکرد؟ چرا؟ اما نتونست کاری بکنه. این روزا اتفاقای عجیب غریبی دور و برم میفته. چی شده؟ یه خواستگار سمج دارم. فکر کنم سابقیه. نه مطمئنم. چطور؟ مأمور خودشونو لو داد. تعقیبم میکرد. امروز کلی مکافات کشیدم تا شهرش خلاص شدم. حتما نقشه ای داره. آره
میخواد اطمینانمو جلب کنه. شاید هم یه تهدیده. فراری دادن تو خیلی برام گرون تموم شد. فراری دادن؟ منظورت باز کردن صندوق عقب ماشین تو جلو شهربانی؟ مسئله من پدرم. اونم مثل شما به تغییرات اعتقاد داره. من نمیدونم چرا دارم این چیزها رو به تو میگم. یه حسی تو تو هست که منو کنجکاو میکنه. نمیدونم، شایدم به شمع نویسندگیم برمیگرده. من سوژه خوبی نیستم. همسر من یه آدم خودخواه، به خاطر کارش حاضر شد با یه نفر دیگه ازدواج کنه، به همین راحتی. نکته جذاب تو اینه که حاضر شدی به خاطرش جونتو به خطر بندازی. نرگس یه دختر خاص بود. پدر و مادرش توی تصادف از دست داده بود. واقعا؟ مثل من. منم وقتی خیلی کوچیک بودم مادرمو توی تصادف از دست دادم. اینجا رو میبینی؟ خدا بیامرزدش. بیشتر ازش بگو اگه دوست داری. با عموش زندگی میکرد. من با نرگس تو دانشگاه آشنا شدم. خیلی تنها بود. آسی توی آدم ها دیو فرشته وجود نداره. عاشقش شد. الو. سلام. گوشی اومد دستت؟ منظورتون چیه؟ مشکی هم بهت میاد؟ خوب تونستی از شهرش خلاص شی. دختر زرنگی هستی. تو تعقیبم میکردی؟ نه. از کجا فهمیدی؟ از کجا؟ حس. حس شهودی. پس میتونی بگی من امروز کجا بودم؟ بله میتونم، اما دلیل نداره بگم. داری بلوف میزنی. خونه اون دختر مشنگه، بعدش هم رفت بازار. و بعدش؟ بعدش بماند. از این کارت خوشم نیومد. تو هم از خودشونی، اینطوری نمیتونی به خواسته هات برسی. نه اینطوری فکر نکن. خواستم بهت بفهمونم که تو نیاز داری یکی ازت مراقبت کنه، یکی که نظره بلغزی. اون آدم تو نیستی، شک نکن حضرت آقا. فقط خواستم کمکی کرده باشم. ممنون از کمکتون. خدا نگهدار.
کی آماده میشه؟ به موقع. این مشکل باتش هم اگه بتونی یه جور حل کن. گیرم همینه دیگه. اگه قرار باشه این فرسنده مدت طولانی تاری کار بکنه باید توان خروجی کمتری داشته باشه. یه کاریش بکن. چی کارش کنم؟ خلاف هر قانونی ممکنه. اما خلاف قوانین فیزیک عملا غیر ممکنه. داریم راجع به انرژی حرف میزنیم توجیه این که غیر که میگم خلاف هر قانونی ممکنه. بریم آتفه برو علم یاد برای این دخترم انرژی زیاد میذاری؟ گفته بودم کیس سختیه. برای نه برای تو. چرا نه؟ بنا به دلایلی. به چند تا کتاب دادم بخونه. به تعدادشو خونده. تأثیری هم داشته؟ ظاهرا. لیست کتابا رو تو گزارشت ننوشتی. یه چند تا کتاب مذهبی بود. کتابای سازمان چطور؟ فعلا صلاح نیست. چرا؟ برای اینکه هنوز بهش اعتماد نداره. تو خودت به این کتابا اعتقاد داری؟ تا حدودی. تا حدودی. پس برای همینه که اون کتابا رو بهش ندادی. ببین اگه به من اطمینان نداری میتونی یه نفر دیگه رو بفرستین سر وقتش. بهتر از تو پیدا نمیشه. ماشینو بیرون در جلو. Thank you.
من رفتم. خدا حافظ. یکم به خودت برس آقا. مزخرف نگو. حالا این نصیحت ما هم گوش کن. احمدو باز کن. اون اصلا زنا رو نمیشناسه. محمود پاتری گرفتی برای این؟ Thank you.
دست به چشمندت نمیزنی. بشین. اسمش چی بود؟ نشنیدم. محسن. محسن. شاید راستشو میگی. تو یه نویسنده خوب هستی. الان وقتشه که یه چیز واقعی بنویسی. هر چیز که میدونی. اینکه اون کیه؟ رابطت کیه؟ و تا حالا چه اقداماتی انجام بده؟ خوب چشاتو باز کن. از اینجا هیچی زنده بیرون نمیره. من اینکه راستش گفته باشه. یکی دیگه بنویس با جزئیات کامل. من همه چیزو نوشتم، شما نخوندینش. ننوشت. از پدرت هم هیچی ننوشتی. پدرم؟ بله، پدرت، افکار خاصش. پدرم افکار خاصی نداره. از شما بعید خانم نویسنده. هر کس افکار خاص خودشو داره. هیچ کس مثل اون یکی فکر نمی کنه. اما همه مثل هم رفتار می کنن. هرکی قوی تره بیشتر زور می کرد. اینم بنویس. دوست دارم بدونم تو سرت چی می گذره. بسه دیگه، یه دقونه خفه کن. بلند شد.
بازم سردته؟ بر نگر. یعنی چی اون دوست پسرت بوده؟ بوده دیگه. نمیفهمم. پدرم مخالف ازدواج من با اونه. مجبور شدیم همدیگر مخفیانه ببینیم. پدرت چرا مخالفه؟ چون اون از یه خانواده پایین شهریه. حتی جرات نکردم بهش بگم. اگه ریگه تو کفشش نیست چرا فرار کرد؟ ترسید. پس مسئله حله. ما فکر کردیم یه مسئله سیاسیه یا پای امنیت کشور در میونه. فکر کردیم با یه گروه خرابکار طرفیم. این که چیزی نیست. اصلا نیازی نبود به این همه مخفی کاری. یه لطفی به خودت کن، اونو به ما معرفی کن. قول میدم که پدرت در جریان قرار نگیره. آبرو که اون میره. این شد یه قصه خوشگل. یه مدت اینجا بمونی حسابی تخیل پرورش پیدا میکنی. فقط بگو اون کسی که توی داستانت نقش اول داره و اون شخصیتی که انداختی توی صندوق عقب ماشین تو بردیش توی کلانتری ارتباط داره. بهش بگو شاید نقطه عطف خوبی برای داستانت پیدا کنه. همیشه خلق یک داستان با مشقت و زجر. برو عزیزم، برو بازداشتگاه، سعی کن خط نقطه داستان رو پیدا کنی.
سلام. در این شب سر بیدارم و بس دل تنگ تو هم در گیر قفس با هر چه صدا با هر چه نفس فریاد از تو کندم تو با من هم سفر بودی کنارت زندگی کردم تو از من بی خبر گفتم دل از این